فرشید جان سلام، وقتت بخیر. سلام، مرسی، ممنون. خب اول بگو ببینم کجاییم اینجا؟ ما اومدیم یه لوکیشن بسیار زیبا و قشنگ به اسم تخت چوب. درسته، بستان لرستان. بستان زیبای لرستان، خیلی عالی، پر از سنگ، از اون لوکیشن خوشگل سبز. واقعا لوکیشن بکر خیلی خوبیه، جای همه خالیه اینجا. دقیقا. فرشید جان برام بگو چند وقت داری طبیعت گردی میکنیم؟ من فکر میکنم حدودا 5 سال یا 6 سال میشه. 6 سال. از همون ابتدا با خودرو شروع کردی طبیعت کردی دیو؟ از همون اول با ماشین شروع کردم. ماشینم ویتارا بود. ویتارا بود کلا. اولین طبیعت گردیم هم شروعش از کویر بود. به به. تو هم واسه اون بچه هایی هستی که کویر رو دیدی و عاشق ماشین آفرودی و گفتی که برم یه دوی دیفرانسیل بخرم و بزنم به دل. نه داشتم. داشتی از قبل. آره. ولی باشه آفرود نمیرفتی. نه کاملا تو ماشین تو آسمان نرفته استفاده میشد. آره آره. ویتارای 2000 بود، دنده ای بود. باریکلا. تنها جایی که کمک رو حس کرده بود اونم کمک سبک فقط زمانی بود که برف اومده بود و یا یخمندون بود. ایوه. تو جاده. بس با همون ویتارات با یکی از دوستان احتمالاً دیگه حتما گفتی بریم کویر رو تجربه کنیم یا نه انفرادی؟ تنهایی. برو که الله. آره. تنهایی. تو فضای مجازی دیده یه لوکیشن های کویری و اینجوری. آره. هم هست. تو آشنا شدم با اونا رفتم. خب دفعه اول بود، خیلی استرس داشتم، ماشین کاملا فابریک بود، هیچ ایده‌ای نداشتم. تنها چیزی که من داشتم یه دونه چادر FIT بود. به 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 به. که برم شروع کنم ببینم چه خبره. خب استرس بود، استرس زیاد بود، تا حالا رانندگی نکرده بود. کلن فکر میکنم ماجراجویی دوست داری. تنم میخواره. از ویتارا برام بگو فرشید، ویتارا چجور ماشینیه؟ خب برای شهر خیلی ماشین خوبه، دو منظوره است. ولی از چه نظر میگی برای شهر خوبه؟ یعنی خب فضای کوچیکی داره، میتونی جا پارک راحت پیدا کنی؟ ببین چجوری بگم، خب از نظر مصرف بنزینش مثلا خوبه، خوب بود، تو ترافیک خسته کننده نیست، مناسبی بود، یه مقداری خشک، استهلاک پایینی داشت. یعنی ماشین من البته ماشینی بود که وارداتی بود. یعنی نمیدونم حالا این تولید داخل ها چجوریه، ولی خب هزینه ای نداشت، ماشین جمع و جور بود، یه شاسی بلند، شاسی بلند که نمیشه گفت بهش درست، ولی یه چیزی بود که به درد شهر و جاده خوب میخورد. یعنی هم نیاز توی شهر تو برآورد نمیکرد، هم باش راحت مثلا سفرهای بین سفر، یعنی شهری میرفت، دو منظوره یا سه منظوره قشنگ میشد استفاده کنی ازش. خب از نظر جسه نسبتا خوب بود به خاطر پارک کردن و این داستانا. فضای صندوق مناسبی داشت. حالا برای طبیعتگردی چجور ماشینی بود؟ برای طبیعتگردی راستش خب من چون با ویتارا شروع کردم اولش یه ذره سخت بود. از چه نظر؟ خب میخوام از ضعفاش بگی برای طبیعتگردی. ضعف راستش یکی از ضعفایی که داشت ارتفاعش بود. آها. به زمین نزدیک بود. خیلی خیلی. البته من با اون ارتفاع رفتم، مثلا دورفک رفتم دیگه. خب مرنجاب هم که خوراک بود دیگه، مدتی میرفتیم میومدیم. معمولا من دیدم تو کویرها سفر عقب جلو رو باز میکنن خیلی مشکلشون حل میشه. من باز نمیکردم. تو هم باز نکرده بودی؟ نه، البته سفر عقب خیلی درگیر شده بود. درسته. یه جا که واقعا پاره شد سفر عقب، تو یه دونه از این پله های خیلی پله های کوچیکه کم بود، یه دفعه میگرفت دیگه. متاسفانه جای پلاکش هم یه جوری بود مثل بیل عمل میکرد برای این سپر عقب. ببینم برای ویتارا کیتی درست نشده بود که اصولی بخواد بیارتش بالا؟ کیت درست شده بود ولی نسبت به قیمتش صرفه چیز نداشت، چون این ماشین ماشینی نبود که بخواد بلند بشه بلند. برای حالت آفرود اونجوری سنگین استفاده بشه. ببین جسش خوبه، اندازش خوبه، ولی برای خودش بسته و برای یه سفر سبک. در مورد موتوری به اون بگو، قدرت موتورش توی طبیعت گردی مثلا حالا کویر که خیلی هم خب مهمه، اونجا چه جور ماشینی بود؟ موتورش مال من 2000 بود، 2000 دنده‌ای بود. یه خوبی که داشت که مثلا یکی از بچه ها هم 2400 داشت، میگفت این همپای 2400 اوتومات راه میره. درسته. موتورش اتاقش رو جواب میداد، خوب بود. از نظر کاتاف واقعا عالی بود. جای تو لنگ نداشت پس رسما؟
نه. که بگی موتورش ضعیفه مثلا. نه اصلا من باهاش ارزی میزدم، همه کار میکردم، یعنی ماشینی نبود که چابک. آره اون موتور واقعا براش مناسب بود، ولی فقط محدوده خودش. این که قرار باشه بیاد کمک کنه یا کسی رو در بیاره نمیشد، یعنی اصلا توقعی نمیشد داشت. از نظر خرابی و مشکلات فنی چطور بود؟ خب اذیتت کرده بود یا نه؟ من موتورش اصلا اذیتم نکرد از نظر قطعات، تا زمانی که من اومدم یه ذره شیطونی کردم، گفتم ارتفاعشو یه ذره ببرم بالا، ارتفاع رو بردم بالا، خب تفلون گذاشتم یه استاندارد عجیب غریبی 5 سانت ماشین رو کلن غیر استاندارد ما بردیم بالا. بعد از اون موقع به بعد شد که دیگه جلومندی کمک فنر، نه اصلا گیجی مشکل نداشتم، ضعفی که توی قطعات پیدا کرد از نظر طبق بود، سیبک ها بود، دائم پاره میشد. من تا زمانی که یا سیبک ها من تا زمانی که ارتفاع نزده بودم هیچ کدوم از اینا دست نخورده بود. به محض اینکه ریختی به هم شروع کرد اذیت کردن، زاویه چرخای مقداری به هم میریخت، ولی همچنان ضعفش دنبالش میومد. بزرگترین ضعفی هم که داشت این ماشین کش نمیاد. آها سلنگ میشه خیلی راحت. یعنی هر کاریش میکنی آخر سر سلنگ میشه، هیچ کاش هم نمیشه که. خب بریم سر بحث جذابمون، چی شد که به پرادو فکر کردی؟ خب. یا بهتره بگم چرا پرادو؟ یه کرمیه که معمولا آفرودیا میافته. تویوتا رو دوست داشتی یا نه تحقیق کردی و بدون تعصب بهش اومدی فکر کردی؟ من تویوتا رو خیلی دوست داشتم، خب دنبالش هم بودم. داستان اینجاست که دیگه سوزوکیه راضیم نمیکرد، ارزاد نمیکرد دیگه. آره دیگه سوزوکیه راضیم نمیکرد. خب هرچی آدم میره جلوتر دنبال چیزای بیشتره. دقیقا. متاسفانه تو بازار ما ماشین سالم گیر نمیومد. خیلی گشتم مجبور شدم که 4 سیلندرشو بگیرم. دنبال 6 بودی؟ آره. شیشه دنده؟ شیشه نه، اتومات. خب یه مقداری دیگه میخواستم از دنده بیام بیرون. راحت خیلی هم سخت بود برام. یعنی من اینکه داشتم با دنده کار میکردم آفرود همه این داستانا، یهو میای میشینی اتومات. آره دیگه کار سخت. انگار که یکی دیگه این وسط داره با تو تازه کلنجار میره که حالا دنده چند بدم. خب از چیزش نترسیده بودی؟ چون معمولا شیشه دو در به یه خودرویی که خیلی زیر دست در میره توی مثلا لوکیشن های مختلف آفرودی خیلی پشتش میچرخه، به این معروف شنیده بودی در موردش؟ خیلی. نمیترسیدی که مثلا میخوای بری؟ من دیوونه تر از این حرف بودم. کرمشو داشتی فقط. آره. خب گیر نیوردی و گفتی دیگه برم سراغ 4 سیلندر. دقیقاً. اصلا قبل از اینکه بخوام دوباره یعنی پرادو بگیرم، از روی ناچاری رو دوباره رفتم سمت ویتارا. آها ویتارا فروخته بودی کامل. آره آره گشتم خیلی هم گشتم گیر نمی اومد. خیلی اتفاقی یه دفعه توی مسیر من خورد این ماشین، گرفتم و راضیم. در موردش بگو ببینم، مدل ماشین 2006 آفرود رفته بود؟ چون پرادوی آفرود نرفته تو بازار خیلی زیاد بود اون زمان. رفته که میگن نرفته، ولی به نظر من رفته بود. قشنگ کارشناسی کردی ماشین رو دیگه؟ آره ماشین بدون رنگ بود، از توی پارکینگ نزدیک 6 ماه 7 ماه خواب بود ماشین، و متاسفانه این یه ضعفی بود که ماشین خواب بود. حالا از پرادو برامون بگو، از تایمی که عوض کردی مزیتاش چی بوده تو طبیعت گردی؟ تو طبیعت گردی واقعا موتورش بهت نه نمیگه، با اینکه 4 سیلندر. آره یعنی قشنگ حس میکنی اون قدرت و آخه دو درم هستی دیگه، جزء پرادوهای سبکی. مشکلی که داره فضاشه. برای بار زدن مثلا مایی که دو نفرین جواب میده، نهایتا 3 نفر به زور، شاید 4 نفر اگر بار کم کم تعدادشون زیاد بشه سخت میشه دیگه تو طبیعت گری. آره. بخوایم خودتون چیزی حل کنیم، ولی خوبه. موتوری باهاش فکر کنم اولین سفر حتما بعدش کبیر بود، داره چون معمولا اون اصلا نمیشه است که قلقلک میده. دقیقاً اولین سفرم باهاش کبیر بود، اولین سفرم باهاش کبیر بود. دو تا ماشینم رفتیم ما. به 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 ترس داشتم یه مقداری واقعیت رو بگم، چون خب شنیده بودم کله میکنه این ماشین یه مقداری چیزه، ولی خوب بود. خب به رم که رسیدی نیشت واس شد دیگه کلا.
ترسم سر این بود که نمیدونستم کمکش چجوریه راسته. من با ویتار خب کمک سواک اصلا رانندگی میکردم، روی این گذاشتم کمک سنگین. کمک سنگین یه مقداری سخت بود برام، نمیتونستم تست کنم دقیقا اون شتاب و اون گازی که میخوام، ولی تجربه اولم خوب حال داده. الان چند وقته داریش؟ حدودا 2 سال میشه. 2 سال. از نظر فنی اذیتت کرده یا نکرد؟ از نظر فنی خب ماشین 2006ه، بعد یه مدتی یه چیزایش به سر صدا میفته. قدم مصرفی بود عوض کردی یا نه؟ من بولبیرینگ عوض کردم. چی؟ بولبیرینگ عوض کردم. بولبیرینگ دفع عقب رو عوض کردم. اونم به خاطر اینکه طرفی که دستش بود ماشین تا حالا روغن عوض نکرد. من ماشینی که گرفتم کل مصرفی ها رو عوض کردم و این باعث شد که یه ذره به صدا بیفته این چیزا. معمولا وقتی همون قبلیه توش باشه ظاهرا عادت کرده به همون داستان. دو تا بولبیرینگ من عوض کردم بابتش. فنی خودم یه مقداری واقعا حساسم، دست خودم نیست، وسواس خاصی داری میدونم به شدت. کل موتور رو دادم باز کردن، موتور پلمپ بود. مشکلی داشت که دادی باز کردن یا نه میخواستی ببینی چه خبره؟ ماشین چون خواب بود دیت سوپاپشون اینا ظاهرا یه مقداری ضعف، خیلی جزئی روغن کم میکرد، ولی من آدمی نبودم که وقتی روغن میکشی ببینم کم شده. و چون سفر میرفتم دوست داشتم که این ماشین سرحال و سالم باشه، دوست ندارم جایی نگه هم داره. درسته، شاید ایراد خیلی چیز جزئی و اصلا مهمی نباشه و عمرم باهاش کار میکرد با همین داستان. نیازی به سرریز روغن هم نداشت، ولی من رو وسواسی که داشتم دادم کلشو باز کردن و پیش خودم گفتم حالا که دارم باز میکنم بذار صفر تا صدش رو عوض کنم، نو بکنی هرچی که. آره. خب بدونم این مال چه تایمیه این عوض کردنه؟ این تایمش حدوداً میشه 3 ماه پیش. خب پس نزدیکه. چقدر هزینه کردی؟ 130 میلیون. 130 میلیون. چی عوض شد اصل کاری ها؟ از یاتاقانا گرفته تا به بالا همه چی. پس تقریبا هزینه نگهداریش یکم بالاست. خب من تست کردم به نظرم هم مناسب در اومد نسبت به نسبت که... ویتارا چقدر اختلاف داشت؟ یعنی برگرونتر لوازم باشه در میومد. جدی؟ قطعات ویتارا خیلی گرونتر از این در میاد. اجرتی بپنم بیشتر در اومد یا قطعات هم گرون بود؟ 25 میلیون اجرت گرفت. آه توی این 100 تومنه اولان 25 تومنه چیز بود. خیلی هم عالی. بعد من ماشینتو میبینم ماشینت خیلی فابریکه، اصلا اون مثلا ادا اسفارایی که آفرودی ها در میانن تو در نیوردی، دلیلش چیه؟ من ماشین فابریک دوست دارم. البته اون ویتارا رو یه ذره چیزش کرده بودم، باربند و لایت بار و تشکیلات یه ذره. چرا هیچ خبری نیست؟ نمیدونم چرا. میخوام بدونم از اون آدمایی هستی که وسواس داری انگولک نکنی ماشینو دلت نمیاد یا نه راضی ازش از همینی که داری؟ داره نیازمو برآورده میکنه. یعنی من لایت بار که گذاشته بودم خب دیدم مثلا بیشتر میشد، اون ضعف خودشو داشت. دقیقاً تجربه اون باعث شد که دیگه روی این لایت بار نذارم. چون نوری که میزد رو روی کاپوت شیشه اذیت میکرد. روی این اومدم همین لامپای کوچیکو گذاشتم این پایین، جوابمو داره میده. چون انگار نه انگار یه جای گوشی آره. فابریکیه قشنگ. دقیقاً این داره جوابمو میده. خب روی ویتارا من سینی گذاشتم، این سینی آهنی داشت. آها. اومدم هم یه بار توی چیز بود، سهند بود. درسته. یه سنگ خیلی مشتی رفتم. سینیه گرفت. آره، سینیه گرفت. رفتم باز کردم دیدم نه چیزیش نشده. دوباره همونو یه ذره صافش کردم، همونو بستم. پس سین... تو نزشتم. عمل هیچ چیز خاصی به ماشین اضافه نکردی؟ یه پرادو دو در فابریکه. آره. آره. از لاستیکا گرفته تا دیگه زیربندی و کمک ها همه فابریکه. آره. چون داره نیازمو برآورده میکنه. خیلی از بچه‌ها فکر میکنن که حتما لازمه، ولی دقیقاً با همین لاستیک شما خیلی لوکیشن‌ها رو میتونی بدی. با همین زیربندی هیچ جا گیر نمیکنه ماشین. خیلی جواب اوکیه، واقعا خیلی راضیم. حالا فرض بده خود سختش کنم، اگه پرادو نبود به چی فکر میکردی؟ تو همون رنج قیمتی یا فضایی نرو. رونیز ازش خوب شنیده بودی. آره. پس تعصبی رو نیسان و تویوتا نداری کلا؟ نه اصلا. حالا اگه دست و بالت بازتر بود میتونستی بودجه بیشتری براش بذاری کنار، چی میرفتی سراغش؟ FJ.
FJ کروزر بب دوستش داری، یعنی یه روزی ممکنه بری بهش فکر کنی. فعلا که دیگه تموم شد کارش. نه ها دنبال صفری، یعنی نه دیگه کلا صفرش هم دیگه تولید نمیشه دیگه. صفرش که نه، میگم بالاخره به دست دوم اینو فکر نمی‌کنی؟ شاید. مرسی، ممنون که وقتت رو گذاشتی. ان شاءالله که همیشه تو سفر و به خوشی باشی. مرسی، خدا نگهدارت. قربانت.